سلام بچه ها، خوش آید به این ویدیو تو گیم پارت. میخوایم همچنان اون نجات و احیای دورتموند رو ادامه بدیم. یه آپدیتی میدیم بهتون که چه اتفاقی افتاده. خیلی اتفاق خاصی نیفتاده، ولی ما پنجمیم، نیم فصل رسیدیم. ولی نکته جالب قضیه اینه که ما با رتبه اول یک امتیاز فاصله داریم. رتبه پنجم تا رتبه اول یک امتیاز فاصله است. یعنی اگه ما بتونیم تفاضل گلمون رو زیاد کنیم و امتیازمون رو برسونیم، رتبه اول رو گرفتیم. برای خرید ما چقدر بودجه داریم الان؟ من یه لحظه ببینم اینجا رو. ما 64 میلیون بودجه داریم، نمیتونیم رایت بک خیلی خوبی رو بگیریم. برای همین به نظر من یه نگاهی به استات بازیکن رو بندازیم و ادامه بدیم و این فصل رو تموم کنیم و فصل بعدی رو خیلی سنگین تر استارت بزنیم. یه لحظه، چرا همه اینا صفر شده؟ الو، چه اتفاقی داره میفته؟ ویکتور اوسیمن 24 تا بازی 17 گل. ریت موکوکو داره کم کم زیاد میشه. جولی رینا، جوانی رینا در واقع 82 ریتش. بازی با هافنهایم، بردیم هافنهایم، خوبه. ولی باید سعی کنیم، من فکر کنم یکی باید فصل بعدی یکم تیم از لحاظ هجومی تقویت کنیم، چون تفاضل گلمون پایین، همه بازی رو با خفه یه گل میبریم اکثرا. خیلی خفن بازی کنیم دو گل. حالا شده بازی که 5 تا بزنیم، ولی دو دو با مونچن گلادباخ این خیلی بده. میایم بیرون ببینیم که تیم الان وضعیتش کجاست. وضعیتش کجاست که یعنی چندمیم با یه مساوی و یه برد. اومدیم چهارم و الان اختلاف اون نفر اول 3 امتیازه. اختلاف داره کم کم تغییر میکنه. یعنی ما همچنان اگه اونا یه بازی ببازن ما ببریم، میتونیم رتبه اول رو ازشون بگیریم. نه حتی اونا بازم بگیرن، چون تفاضل گلشون بیشتره. باید تفاضل گلمون رو بیشتر کنیم دیگه. اون مساوی زیاد داشتیم، باخت خیلی کم داشتیم تو لیگ. بریم بایر لورکوزن چند میزنیم. یکیچ باختیم، خیلی بد شد. وردر برمن رو چه نتیجه در مقابلش خواهیم گرفت؟ 2-1 میبریم. بازی با ناپولی رو 2-1 میبازیم. با آگزبورگ اگه اشتباه نکنم که 5 دفعه قبل بردیمش، الان چه نتیجه میگیریم؟ 2-1 میبریمش. اشتوتگارد هم 4-1 میبریم. خب ببینیم الان چندومه لیگیم؟ سومیم. هی داریم یه رتبه میبریم بالاتر، ولی الان اختلافمون با تیم اول 4 امتیازه. بریم جلوتر، بازی با ماینز رو مهم کویکسیم کنیم. اصلا من اینا رو بزنم بره رو مخم. خب اوکی، میاییم اینجا پلی مچ رو میزنیم و کویکسیم میکنیم. 2-1 میبازی که انجام میدیم دیگه مهمه. دوسلدورف رو میزنیم یا نه؟ 3-0 هم میزنیم. داریم نشیم. چی کار میکنه تیم؟ از اول هجومی کار میکنه و توپ لو میده بازیکن ناپولی. بیزه داره آدگمی رو داره، یه گل زدیم با باری کلا. آدگمی رو داره با یه زنبورها میره تا گل دوم دقیقه 81 ویکتور اوسیمن بزنه و دورتموند رو بفرسته به مرحله بعدی چمپیونز لیگ. لشه رو هوا کشته بوده است و رفتیم به مرحله بعدی. مبارک باشه آقا، مبارک باشه. تیم خودش بدون دست بردن ما در بازی کارو جمع کرد. حالا باید ببینیم که به چه تیمی میخوریم در ادامه. ببریم یه مساوی خیلی میتونه دردناک باشه برامون. 3-2 بردیم. اوف، از بیخ گوشمون گذشت، از بیخ گوشمون گذشت. اوسیمن چقدر خوب کار کرد، اوسیمن چقدر خوب کار کرد و تیم واقعا رو اومده. عالی داره عمل میکنه تیم. همچنان اولیم، اختلاف امتیازمون 4 ولی یه بازی بیشتر داریم. یعنی اگه بایرن این بازیشو ببازه که خداحافظ بایرن هم خوردیم. این بازی کلندر میتربه. آقا تا اینجا رو من با کلندر میرم. فرانکفورت رو بردیم، مسید رو ببریم که دیگه دیدش دوری 4
باختیم به من سیتی 4-1 به منچستر. باختیم و فکر کنم باید دست ببریم داخل تیم و بازی با بایرنه. میخوام بازی با بایرنه بذارم خودش بازی کنه. ببازیم، بدبختیم و 3-0 بردیم. 3-0 بردیم و میتونم بگم که تقریبا لیگو گرفتیم و این بازیه که خیلی سخته. ما میخوایم بازی رو بذاریم رو سطح ورد کلاس، دیگه خبری از پروفشنال نیست که راحت ببریم، میذاریم رو ورد کلاس و باید 3 گلو بزنیم. بین راندوف 16 چیه؟ 1-16 هم 1-8 میشه، 1-8 رقابت های UCL، یوفا چمپیونز لیگ، لیگ قهرمانان اروپا. ادواردو مندی مندی چیه بابا؟ ادواردو کاماوینگا. حالا ویکتور اوسیمن گل اول چقدر سریع، دقیقه 6 بازی. کاماوینگا، ادواردو کاماوینگا، پاس تو عمق خوب ویکتور اوسیمن. نه دیگه، از اینجا به ادرسون نمیشه گل زد. یس آنت، چه هده بدی زدم، جهتو بد گرفتم. یه لحظه من صدا رو کمتر کنم، خیلی صدا بازی زیاده، اسکم صدای خودم شنیده. دقیقه یه رو میبینید، یه موقعیت خریت، نه هنوز موقعیت هست و توه دروازه. شما فقط سن 10 یه رو 20 رو میبینید، ولی اون ویدیو نیم ساعت 40 بعد واقعا سخته و اینکه ویدیو مثلا کامنت نمیگیره، ویو نمیگیره، خیلی دردناکه. ولی وقتی که یه کامنت مثبت هم حتی گذاشته میشه. هنوز نبردیم جامو، وای یه گل دیگه خوردیم و حالا در مجموع 5-3 فرسته. ویکتور اوسیمن، نمیدونم اوسیمن درسته، ولی گزارشگر خود فیفا میگه اوسیمن. حالا نه انقدر کجید، اوسیمن اینطوری میگه. کسی میتونه متوقفش کنه؟ یه ضربه خطرناک، راه به جایی نمیبره، نداره یه همچین چیزی. حالا یه توپگیری، کار خودشو کرد کریم آدگمی. جود بلینگهام گرونترین هافک حال حاضر دنیا، یا نه وای نتونست توپو بگیره. نیکلا سوله، حالا دوباره جود بلینگهام گن زد تو موقعیت. وای هول شدم، گفتم حالا جیوانی رینا چقدر خوب عبور میکنه. جوانی رینا یه کاتبک و تو دروازه، گل پنجم. منچستر سیتی فکر کنم فاتحش خونده شده. رو کاماوینگا از ماهرز، 10 گل در 10 بازی، عمر فوق‌العاده ویکتور اوسیمن. باقی موند تا بدون دخالت ما. اوه اون بر رئال بارسا رو برده، چی دارم میبینم هم رفت زده هم برگشت. به بر رئال بله، حالا قبول کنید یا نه، رئال بهترین تیم دنیا سیاله. درست به محصیتی اونطوری باختیم، ولی تلاش ما هیچ تأثیری نداره، ولی تلاش ما رو برده. همیشه در مقابل این تیم چه نتیجه میگیره؟ 2-0 زدیم. هامبرگر تویدش منطقیه، هامبرگر نمیدونم سید هامبرگر فشار چیدش، کپیرایت نمیخور. خب اوکی، حالا خلافمون شده 5 امتیاز، ولی یه بازی بیشتر هم داریم. بعد ببینیم که وولفسبورگ چه بازی بعدیش چه نتیجه یو میگیره. بازی بعدیمون خوردیم به رئال مادرید و نابود خواهیم شده. سطر نشینیم لایپزیش، اگه ببریم فوق‌العاده میشه. 2-1 بردیم. اوسیمن آدیمی چی کار میکنه؟ خود تیم باید ببینیم چه عمل کردی میگیره. تیمش چطوری؟ دیلورنزو، رودیگر، میلیتائو، اوبرادور، شوامنی، لابوتکا، امرجان، بنزما، والورده، وینیسیوس، کامامینگوش که ما خریدیم. والورده هم راست سر باز میده، رودریگو رو نمیدونم چیکار میکنه، ولی خب بریم ببینیم. بازی اول 2-1
بردیم بازی اولو میگیریم. برو بریم. وای وای، بازی با کلنا باختیم. مثل اینکه انقدر راحت لیگ در دست ما نیست. الان اختلافمون میشه 2 امتیاز با نفر دوم جدول. نگود بازی با ولفسبورگه، بازی بعدی. اوه اوه اوه. ببینیم که رئال مادرید رو میتونیم بزنیم و بریم به فینال. سه یک باختیم. وینیسیوس هتریک. چمپیونز لیگ بریم شروع کنیم ببینیم کی میبره. 3-1 زدیم، اصلا داشت در حد ما نیست آخه، اصلا شوخی. بعد ببینیم برای سگانه، هدفمون برای فصل بعد سگانه از ایکاردی و والنسیا. چه عجیبه. 0-0 شد بازی. مهم نیستش، ما قهرمانی رو تا اینجا کسب کردیم. مهم نیست چه اتفاقی بیفته. و بله، هم خلاف 4 امتیاز صدر جدولیم. دیگه بازی های آخره. نه فکرم تموم شد اصلا. 34 تا بازی های گشن کنم. 17 تا تیم 34 تا بازی، درسته؟ بله تموم شد. صبر کنید یه لحظه، من قبل اینکه تموم بشه لیگ بهترین بازیکن فصل رو انتخاب کنیم. فصل قبل این کار رو نکردیم ولی این فصل انجام میدیم. میریم تو اسکواد هاب، توی بخش لحظه ما اینجا نمیتونیم پایین دلگیت کنیم. خب اوکی، توی استات کوبل توی 47 بازی 10 تا کلین شیت داشت، آماره واقعا بدیه. لوکانت شده 77 اونور. شولز که هیچی، گرقو باید تعویض شه و سوله خوب عمل نکرده. 10 تا کلین شیت 45 تا بازی کمه. اشتاتر بک خوب باز. واکر ضعیف کار کرده، دیگه داره پیر میشه واکر. و میرسیم کم کم به جای جالبش. با این آگیتن شده 78. کامینگا بد کار نکرده. کریم آدیمی عالی کار کرده، 46 تا بازی 18 تا گل 2 تا اسیست برای بازیکن 22 ساله که تازه LM هم داره بازی میکنه، فوق العاده است. آقای روولا 20 تا بازی داشته و راضی از زندگی یا نه؟ بلیتام راضی، غلط کردی. بلینگهام 13 تا گل، نات بد. میرسیم به بخش جالب کار. رینا خوب کار نکرده ولی ژاپدرو کلا دو تا بازی کرده. ژاپدرو میره توی ترانس لون لیست. و اما ویکتور اوسیمن گول مسابقات، 47 بازی 38 گل 4 تا اسیست. هیچی نگید به من، هیچی نگید. آمار فوق‌العاده ایه. و ما این فصل رو باید بریم دیگه به پایانش برسونیم، بزنیم تا آخرش بره. گیری کرده. خب بوندسلیگا اول شدیم، دی اف بی پوکال افتضاح بودیم، یوفا چمپیونز لیگ تو سمی فاینال حذف شدیم، یه قدم تا فینال چمپیونز لیگ فاصله داشتیم. و این فصل عملکرد نسبتا خوبی داشتیم. از یک تا ده عملکردمون تو این فصل چند دیدید؟ و مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی و پارت بعدی، خدا نگهدار.